آبی خیلی زیاد داره که از طرف اوساج میاد. ماهی هم داره فکر میکنم، بخاطر از اینکه اینجا بعضی از وطندارای ما خودتون خودمانه ما فروختم چای بچه هم داره. خب بچه هم تو داشته باشه از خودتون میشه بچه ها داره فضل خدا. خب قیماق و شیرتون دیگه کوتره است؟ نه بر اومده دیگه آه تالی علاق نره. ایره خود قوبی همت کردن جمع کردن دیگه دو منزل جور کردن نام خدا دهید که شریعه دوردست طبیعتی زیبا داره. میخواییم که در برنامه هایی که در فرخار داریم از طبیعت زیبا براتون نشان بدیم. چهره ما را خوب همه وقت میبینین و دیدین. اینجا دهکده یوخ هست، البته گوشه از دهکده یوخ کمیل از ما رسیدیم. این دردوی باخچه هست اینجا بسار و یک چیز دیگه دیوارشان از سنگ سنگ و چی؟ از فرگرده فرگرده؟ این فرگرده یا فرگرده تلایه اون طرف کشلاق هست؟ نه، علاق هست. درود و سلام وطنداران عزیزم، بیننده های نازنین دهکده ما که همیشه برنامه های ما را ببینن وقتتان بخیر. امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین. از هر گوشه و کنار دنیا که مکنون ما را بیننده هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، امروز در آخرین نقطه فرخار هستیم. در موقعی که فعلاً هستیم اینجا را تنگی اوساج میگه، البته رو به رو که معلوم میشه بعد از امی تنگی هم تنگی است. تنگی اوساج بعد از اون طرف مربوط به اوساج زیبا میشه. یکی دیگر از ولسوالی های زیبا و سرسبز و دیدنی تخار زمین. میخواییم که در این برنامه از آخرین دهکده که سر سرک است مربوط فرخار دیدن بکنیم. دهکده یو یک دهکده ای که کنار سرک موقع داره و البته دو دهکده از پلو در پلو است. یکش یادم رفت متاسفانه، از اون هم تصویر می داشته باشیم و از دهکده یو هم ما را همراهی بکنین، از زیبایی های وطن ببینین. یک رقم شمال سرد، شمال تیز، ماشاءالله آبی خیلی زیاد داره که از طرف اوساج میاد. ماهی هم داره فکر میکنم، بخاطر از اینجا بعضی از وطندارای ما مصروف ماهیگیری هستند. اینجا من و پیشترم. خب انشالله با فرصت از اوساج زیبام یک برنامه خواهیم داشت. البته میخوام که فرخار تمام بکنیم، باز یک روز دیگه بیایم به طرف اوساج، از زیبایی های اوساج به شما دوستا نشان بدیم. کانال ما را سابسکرایب بکنین، منتظر باشین برادرای اوساجی و کسایی که علاقمند هستن از اوساج ببینن. انشاءالله که برنامه از اوساج خواهیم داشت. گفتم که اینجا را تنگی اوساج میگه، بعضی نقاشی ها هست در بین کوه ها در بر سنگ ها زده شده. از اون یکم تصویر براتون میگیریم که ببینین. پلنگ از شعر است فکر میکنم، از دور معلوم میشه و عقاب است که ماهی نه ماهی نه مار داره در چنگالش و اون طرف هم کپک است. یک تصویر پیشتر گرفتیم، انشالله که میبینیم. ما را همراهی بکنین. حالا میریم به طرف دهکده یو و چند تصویر است ببینیم و انشالله میرسیم به دهکده یو.
نوستر عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدین. البته این دهکده نامش غشب از نامت یک نام دارن گفتن. انشاءالله باز از مردم پرسوال میکنیم و معنای نامش هم پرسوال میکنیم چرا میگه. یک دهکده بسیار زیبا، البته خانه هم هست در بلندی، در کوه ها و همچنان کوچکش که در تصویر میبینیم. خوابای بسیار معتدل داره، جای دیدنی است، یکی از زیباترین جاهای فرخار به حساب میاد. خب میریم با پیش، از مردم محل میشنویم و گفتگو میکنیم. السلام علیک. ما بالا بیاییم در پالویتون بشینیم. بشینیم شما. صحتتون خوب است؟ بایست. بخیر هستین؟ بخیر میبینیم اتون؟ های ماشاءالله. بگیر دستی کوکو را بگیر. ما بیاییم بشینیم شما. خب اونا میباشن اونا. خب. خوب هستین انشاءالله؟ خوب. خوب هم نه. مریضم. مریض هستین؟ مریضم. سی فشار زدم. چشمام هم نابینای و گوشم هم صاب کرش. خیلی نمی مریضی دیگه که بیای یکی میای به جان آدم. آخ. خب ان شاء الله جور میشین. خواهش میکنم. تبخوش خدا بگیرین، تبخوش بگیرین جور میشین. در فشار که بسیار آدم غمگین باشه. خدا دیگه دوران مون تر کریم دیگه. نه که جو دوران دوران. چیزی را که خدای می نازنی کده باشه دیگه. ما جور تکره بودم، یعنی سرکار ما جور کردم. برادر موسفید یعنی قریه بودم، این ولی برادر یک جایی شیدم نمیدونم جوان قریه سنولی آلی برادر نمی غرفه که جور کردم ای خاطری که نماز نبرستم گفته خونم اونه او برده نمیدونم شیدم پیاده میوین از اون بلا کوی این بچه ها امون جدیس من میرد میارم نامتان چی بود؟ آجی حفیظالله آجی صاحب حفیظالله این منطقه را چی میگن نامش چی هست؟ غشب غشب؟ غشب چی منو؟ نمیدونم دیگه اصل چیزی که غم میدونم دیگه همین نام لقبش دیگه غشب یکم دلیلی داره البته این نام موندن والا قبل دار سیب دیگه اون چه موندن بیفتن همین سابقه مونده دیگه غشب غشب یکم جای خوب دیدنی خب ماشاءالله همه جایش جای دیدنی است خب سرسبز است یکم جایی که چشمه داشته باشه داره داره چشمه داره همین جنوزه اینه سیل سیل دم نه سیل هم سیل بیخی دیگه قشلاق های قشلاق برور هیچی نیست شو خساره کرده کلش سیل بود آمده برده سیل باقا را که همی خریم و سیل تباق بود برده سیل یک کسی را نمونده آمده دولت هم رفتن عریضه کردن کسی مونه او خودتان در او علاقه جای دارین؟ گو گساله گسفند جا داره خودتان خودمانه ما فروختم توی بچه هم داره خب بچه هم توی داشته باشه از خودتان میشه بچه ها داره فضل خدا خیلی قیماق و شیرتان دیگه کوتره است نه بر اومده دیگه تالی علاق نرفت چند سال هستم گفتین؟ من البته اگر سال هم نگم 90 باش ماشاءالله 90 سال 90 یعنی 90 سال باشه شما میگین که من 90 سالم بسیار سال ها این رقم و رقم 90 سال بسیار عمر هست ماشاءالله یک 30 سال دیگه هم که عمر بکنین انشاءالله خدا من صحت سان خوش بگیرم بعد از خدای بله سیب نه هنوز هم بقوت هست اینای سیب نه خوب طرف های شارنشین بریم در این طرف های طالقان و این طرف ها نه 50 سال های جاش خیصه نمیتونه شما از او بالای کوکی میرین در دکان بسیار گپ هست نه من خوب بعد خدا تکره همی فشاری پدن رزد که ای پاکستان بودم افروز پاکستان بودم بعد افروز بس ای آمدم همی جا جور شدیم همی بر اگو که غیر یکو سرگپی کردم اگو نانی بینم بخواد اگو ما پس یکو شوله ما جور شدم گفته هر ویگا پلو پلو خردم دیگه زد دیگه زد یک جویم کرد پریز نکردین در جوانی زیاد گوشت گوسفند خردین مالدار هم بدهین سی گوشت گوسفند این همه گرم سرکار همه جور کردم بیان خیلی سلامت باشین آی سیب
بخیر سلامت باشین، بخیر باشین. خوشحال شدم دیدم اتون. ای دم دادم. مسافر 90 ساله قشلاق. ده آجی حفیظ الله. آجی سب حفیظ الله. سلامت باشین. دم دادم. آه چای. سلامت. برم چای تو بیارم. بخیر باشین. ها؟ یه بچه تون میشه؟ اینم با بریزای خدا اینم چیب قاری شیره. هر دو چشم سیم نابینا. ای این هم غلطی نمی خود ای خدا را بیشه نه جور و پاگزه است ای یکی به یکی عرضه چشم گوز این مادرزادی از چشم ضعیف نبود؟ نه جور پاگزه باشه با در نصیب کامل بردم ترسیدی؟ این سر از یاریکه بچه بعد از سن دوازده سالگی شدی؟ پاکستان هم جور بچه گفتی چشم ها شد شده پاکستان هم بردمش خب در را کابل بردمش چی میگن دکتران؟ گفتی آبش چشم نگه خشک شده هم یک نینه که مده که کس اندازه ای گفت نخد گفت این گفت ما و شما گفت قیوم میبینیم بله این همون گفت آبش خشک شده به چای تا میاره اگم پیاره چای تلخ ما تا هنه قفل میگه بخشن چای نمیشه میدم گفت که نمیشه گفت چای پرده باشه نمیسونه گفت میواردارم دازوه گفت میواردارم باشه نمیشن از اصاری همون ترس دیگه یک دفعی به امیر خم شده خوابی هرچی رضای خدا باشم بله آهش کل به رضای اللهی پا اینجا گوشه از دهکده هشتوف است یک دهکده ای که واقعا جای دیدنی است مردمان دوست داشتنی داره و طبیعت زیبا هر طرف باغ بشون میخوره ماشاءالله باغهای میوه زیاد داشته مثلا چی میگه شفتالو، زردالو، آلوبالو، گیلاس و همچنان توت و چهارمرز هم هست چهارمرز هایی که درخت هایش خیلی بزرگ بزرگ ما که میبینیم شاید از 400 سال زیاد شود اینجا هست و چیزی که در این منطقه زیاد است آب است ماشاءالله این اینا را دروازه را ببینیم ما یک چیزی میبینیم یادم رفت متاسفانه در منطقه ما به یک نوم یاد نکرد طبیعت زیبا داره میخواییم که در برنامه هایی که در فرخار داریم از طبیعت زیبا براتون نشان بدیم چهره ما را خب همه وقت میبینین و دیدین و گزارشات با مردم خود زیاد حرف زدیم البته حرف میزنیم با اهالی قریه کوتاه کوتاه بسیار زیاد نیست و فوکس ما برای نشان دادن طبیعت هست مرا ببخشین صدایم یک قسم گرفتار شده بخاطر از اینکه مونده شدید بازم کوشش میکنم که جایی خوبه برای شما دوستان نشان بدم علیزاده صاحب ما شما ایستا آمدیم بخیر به قریه غشوب غشوب به قریه غشوب فرخاری هم مسجد است کسی که از بچه ها پرسان کردیم گفتن ایر خود قوبی همت کردن جمع کردن دیگه دو منزل جور کردن نام خدا دهید یک قریه دورده است بسار یک مسجد است زیبا و بسار یک مسجد است درست کردن خدا من قوتشان بکر الهی آمین ما شاء الله بریم بخیر ایستا ایستا به طرف قریه یو
دوست عزیز رسیدیم به دهکده یوخ. البته ما کمره پیش رو بزنم. اینجا دهکده یوخ هست، البته گوشه از دهکده یوخ کمی لحظه ما رسیدیم. دریای فرخار است، اون طرف سرک تیر است که به طرف شار میره و این طرف به طرف ورساج، ورساج زیبا. کوههایی که در دور معلوم میشه هنوز هم برف داره و شمال بسیار نرم، طبیعت زیبا، دوست داشتنی. یک چیزی خیلی جالب که توجه ما را جلب ساخته ساده بودن قشلاق است، یعنی به هر دیزایی که در روزایشان را ببینید بسیار ساده ساده و قدیمی که از چوب ساخته شده، حتی در روزای باغچه را ببینید در روزای باغچه از نیاب ساخته. و یک چیز دیگر دیوارشان از سنگ و لای دل اینا دیوار ساختن، خیلی مستحکم است ماشاءالله. چیزی که در این منطقه زیاد است سنگ است و از گل استفاده کردن که محکم میرم و پایین میگیرم. دیگه چند تصویر از این محل میگیریم، دیگه اون افر اگر پیدا شدم باشم دوستان عزیز. برنده های نازنین دهکده ما، اینجا یکی از زیباترین مکان های دیگه فرخار است که مردم برای تفریح می آیند، کسی که در تصویر می بینید حتی فامیلی آمدن اینجا برای تفریح و موسفیدا و کسایی که در این منطقه آمدن زیادتر خیلی وضوع که دارستن در تصویر حتما می بینید. و دیگه این طرف هم طبیعتش خیلی زیباست، دوست داشتنی. ما نمیفهم اینجا را چی میگم، این از جناب استاد پرسان بکنیم. استاد گفتم اینجا را چی میگن؟ ای اوه به نام اوه فرگرده یاد میکنن و ای دره هم به نام دره فرگرده است. ای اوه از این دره میایه بسیار یک اوه مشهور است به اصطلاح. کسایی که در طول تاریخ به این طرف سفر میکردن از این او میامدن دیدن میکردن و مینوشیدن و با خود میبردن. فرگرده گفتین این کدام قشلاق است یا که همون تو یک دره است؟ نه اینجا قشلاق نیست، دره است دیگه. خب یعنی از کشان میامش سبب شده که بسار از یک ساحه دوردست یعنی میایه و سبب شده میامش، چون بسار یک آب شفاف و آب پاک و دیگه یک آب داره که بسیار زیاد برای صحت مفید است. به این دلیل همین دره را همین آبش مشهور ساخته. مردم زیاد میاد به تفریح اونجا. درخت ها معلوم میشه جای سرسبز فکر کنم دقیقاً جای... بله بدبختانه که ما شما وقت کم داریم میریم به طرف پایین. فکر بقیقا. کنم که بالا دیگه بسیار ساحه خوب است، قسمی که معلوم میشه در تصویر درخت ها است دیگه، ساحه سرسبز است بالا. باز انشالله با فرصت اگه وقت دیگه اینجا میم داخل درگ رو میلم بکنیم انشالله. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر میبینیم تون؟ از کجا گشتین بخیر؟ از طرف فرگرده. چی؟ از فرگرده. فرگرده؟ این فرگرده یا این فرگرده تلایا تلاست واقعا؟ تلا تلا اون طرف کشلاقه هست؟ نه ایلاقه هست. ایلاقه هست؟ ایلاقه. خب یک دره بده دیگه؟ یک دره دیگه، یک دره که همه تو دره نه؟ او صف صفیده میگه از یا بوی بعد طالقان بودیم کیف کنیم. آفرین بخیر برین خیر، سلامت باشین. جانب
خب دوستای عزیز، امیدوار هستم که برنامه را تا آخر دیده باشین و از زیبایی های وطن لذت برده باشین. دو دهکده‌ای که مربوط به فرخار بود آمدیم دیدن کردیم و از جاهای دیدنی و مقبولش براتون ویدیو گرفتم. امیدوار هستم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان باشه.